گرداب قسمت دوم. نویسنده صادق هدایت، ناظر ضبط فرهاد عزیزی، تهیه و تولید مهدی محمدیان، مدیریت برنامه فرشید رشیدا، تهیه کننده بنیاد آینه. صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد. 10 دقیقه بعد صدای چرخ درشکه شنیده شد که میان برف و سرما آنها را برد. همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود. می ترسید که سرش را بلند بکند. نمی خواست باور بکند که این پیش آمدها راست است. از خودش می پرسید شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی میبیند، ولی چیزی که آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمیتوانست دخترش هما را که آنقدر دوست داشت ببیند، نمیتوانست او را ببوسد و نوازش بکند. یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود. از همه بدتر زنش، 8 سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود. همه اینها در خفای او بدون اینکه بداند. همه بازیگرهای زبردستی بودند. تنها او گول خورده و بریشش خندیدند. از سر تا سر زندگیش بیزار شد. از همه چیز و همه کس سرخورده بود. خودش را بی‌اندازه تنها و بیگانه حس کرد. راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به مأموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد، و یا اینکه خودش را سربنیست بکند، برود جایی که هیچ کس را نبیند، صدای کسی را نشنود، در یک گودال بخوابد و دیگر بیدار نشود. چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تا کنون پی نبرده بود. سیگاری آتش زد. چند قدم به درازای اتاق راه رفت. دوباره به میز تکیه داد. از پشت شیشه پنجره تکه های برف مرتب، آهسته و بی‌اعتنا مانند این بود که با آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می‌رقصیدند و روی لبه شیروانی فرود می‌آمدند. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارایی افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق می رفتند. روزها را تنها لای سبزه ها زیر سایه درخت می خوابید، همانجا که شیرعلی چپقش را چاق می کرد، و روی چرخ خرمن می نشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدرش را می کشید. چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه های طلایی گندم را خرد می کرد. گاف ها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخ های بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گشتند. وضع او اکنون مثل همان گاف ها بود. حالا می دانست این جانوران چه حس می کردند.
او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود، مانند یابوی عصاری، مانند آن گاوها که خرمن را میکوبیدند، ساعتهای یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذها را سیاه میکرد به یاد آورد. گاهی همکارش را نگاه میکرد و خمیازه میکشید، دوباره قلم را بر میداشت و همان نمرات را روی ستون خودش مینوشت، مطابقه می کرد، جمع می زد، دفترها را زیر و رو می کرد. ولی آن وقت یک دلخوشی داشت، می دانست که هرچند چشمش، فکرش، جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل می رود، اما شب که بهرام و دختر و زنش را با لبخند می بیند، خستگی او را بیرون می آورد. ولی حالا از هر سه آنها بیزار شده بود، هر سه آنها بودند که او را به این روز انداخته بودند. مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت، رفت پشت میز تحریرش نشست، کشوی آن را بیرون کشید، هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد، امتحان کرد. فشنگ‌ها سر جایش بود. توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته برد روی شقیقه‌اش گذاشت. ولی صورت خونالود بهرام به یادش افتاد. بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد، دوباره بلند شد، در دالان پالتو و گالش خود را پوشید، چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت. کوچه خلوت بود، تکه های برف آهسته در هوا میچرخید. او بیدرنگ راه افتاد، در صورتی که نمی دانست کجا می رود. همینقدر می خواست که از خانه اش، از این همه پیش آمدهای ترسناک بگریزد و دور بشود. از خیابانی سر در آورد که سرد و سفید و غم‌انگیز بود. جای چرخ درشکه میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود. او آهسته گام‌های بلند برمی‌داشت. اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برف‌های آبدار و گل خیابان را به سر و روی او پاشید. ایستاد، لباسش را نگاه کرد. غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد. در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش. او را صدا زد. یک کبریت خرید، ولی به صورت او که نگاه کرد دید چشمهای زاغ، لب کوچک و موی بور داشت. یاد بهرام افتاد، تنش لرزید و راه خود را پیش گرفت. ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد، جلو رفت، پیشانیش را به شیشه سرد چسبانید، نزدیک بود کلاهش بیفتد. پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند. آستینش را روی شیشه میمالید تا بخار آب روی آن را پاک بکند، ولی این کار بیهوده بود. یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشمهای آبی جلوی او بود، لبخند میزد. مدتی مات به آن نگریست. یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال میکرد. صاحب مغازه در را باز کرد، دوباره راه افتاد، از دو کوچه دیگر گذشت. سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود. روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود. پاهای سرخ آنها از سرما می لرزید.
پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود. کمی دورتر جلوی هشتی خانه ای پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود. همه اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد. برفی که می آمد حس نمی کرد و چتر بسته‌ای که برداشته بود همینطور در دست داشت. در کوچه خلوت دیگری رفت، روی سکوی خانه ای نشست. برف تندتر شد، چترش را باز کرد. خستگی زیادی او را فرا گرفته بود، سرش سنگینی می کرد، چشمهایش آهسته بسته شد. صدای حرف گذرنده ای او را به خود آورد. بلند شد. هوا تاریک شده بود. همه گزارش روزانه را به یاد آورد، همچنین بچه کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیس شده مرغ‌ها که روی سبد از سرما می‌لرزید و خونی که روی برپا ریخته بود. کمی احساس گرسنگی نمود. از دکان شیرینی فروشی نان شیرینی خرید. در راه می‌خورد و مانند سایه در کوچه بدون اراده پرسه می‌زد. وقتی که وارد خانه شد، دو از نصف شب گذشته بود. روی صندلی راحتی افتاد. یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد. با لباس رفت روی رخت خواب. لحاف را به سرش کشید. خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشمهای آبی که لبخند میزد و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند. دختر او هما وارد شد، شمعی در دست داشت. پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خونالود بود. جلو رفت، دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت. همین که خواست از در بیرون برود، دو تا دست که هفت تیر به طرف او گرفته بودند از پشت در درآمد. همایون هراسان با سردرد از خواب پرید. دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت. روزها را به اداره می رفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمی گشت. گاهی عصرها نمی دانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دخترانه ای می افتاد که هما در آنجا بود. وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان می شد. می ترسید مبادا مشدی علی نوکر خانه پدرزنش او را ببیند. یکی یکی بچه ها را ورانداز می کرد، ولی دخترش هما را ما بین آنها نمی دید. تا اینکه درخواست مأموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه. روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را روبراه کرد. حتی در گاراژ اتومبیل را دید و قحط کرد و بلیط خرید. با وجود اصرار صاحب گاراژ، چون چمدانهایش را نبسته بود، عوض اینکه غروب همان روز برود، قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند. وارد خانه اش که شد، یکسر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود. اتاق شوریده، ریخته و پاشیده، خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود. پارچه بنفش خامدوزی و پاکت بهرام را که وصیت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند. پاکت را برداشت، از میان پاره کرد، ولی
تک کاغذی نوشته ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن نشده بود. بعد از آن که تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت اینطور خواند: لابد این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید. میدانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد، چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم. 4 سال بود که با خود می جنگیدم. آخرش غلبه کردم و دیوی که در من بیدار شده بود کشتم، برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم. پیشکش ناقابلی به هما خانم می کنم که امیدوارم قبول شود. قربان تو بهرام. همایون مدتی مات دور اتاق نگاه کرد. حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است. آیا می توانست برود بدون اینکه هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و 3 بار خواند. در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت. سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بی تأمل عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمهای آبی داشت خرید و به سوی خانه پدرزنش رفت. آنجا که رسید در زد. مشدی علی نوکرشان همایون را که دید با چشمهای اشکالود گفت: آقا چه خاکی به سر شد. هما خانم. چه شده؟ آقا نمیدانید هما خانم از دوری شما چه بیتابی میکرد. هر روز من میبردمش مدرسه. روز 1 شنبه بود. تا حال 5 روز میشود که عصرش از مدرسه فرار کرد. گفته بود میروم آقا جانم را ببینم. ما انقدر دست باچه شدیم. مگر محمد به شما نگفت؟ به نظمیه تلفن کردیم. 2 بار من آمدم در خانه تا. چه میگویی؟ چه شده؟ هیچ آقا. سر شب بود که او را به خانه ما آوردن. راه را گم کرده بود. از سوز سرما سینه پهلو کرد. تا آن دمی که مرد همه از شما را صدا میزد. دیروز او را بردیم شاه عبدالعظیم، همون پهلوی قبر بهرام میرزا، او را به خاک سپردیم. همایون خیره به مشدی علی نگاه میکرد. به اینجا که رسید جعبه عروسک از زیر بغلش افتاد. بعد مانند دیوانه ها یخه پالتویش را بالا کشید و با گام های بلند به طرف گاراژ رفت. چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد و با اتومبیل عصر می توانست هرچه زودتر حرکت بکند.